که همین مسئله علمی را خداوند 1400 سال پیش یاد کرده که انسان ها وقتی در روی زمین فساد میکنن به عدالتی میکنن خونریزی میکنن و جنگای های بیجا و ناحق خلق میکنن می که دیگر میکشن در مقابل یکی دیگر تبعیض میکنن انواع گوناگون فساد در جهان اینا برپا میکنن دیگه بالاخره باز از نتیجه خود عمل از اینا باز اینا بدبختی را میبینن عید دل که الله اکبر است ویروس اگر قوی است نگهبان قوی تر است گفتم به قاضی یک بگو اقبسو بسوی است خندید گفت دیده شود ضرب جیب کیست <تصفح> گسترش روز افزون ویروس و کرونا در جهان ده هزار تن را مبتلا کرده و هزاران تن دیگر را به کام مرگ فرستاده است همچنان شمار زیادی از مردم از ترس این ویروس افسرده شدند بنده این بار سراغ یکی از علمای دانشمند علوم دینی در امریکا جناب دکتر محمد داوود نصیمی رفتم تا در مورد انگیزه گسترش ویروس کرونا از منظر دینی و راه های جلوگیری آن صحبت کنم. بر دیار شه مردان آمدیم، بر زیارتگاه جانان آمدیم، گنبد فیروز رنگ دلروبا دل پیش تو مهمان آمدیم، کابلیان را پیام آورده ایم. با تزرع پای اریان آمدیم. سلام بیننده های عزیز سال نوتان مبارک نوروز مبارک نوروز که تحت شعا و تاثیر کرونا و ای ویروس خانه قرار گرفته که جهان در یک سکوت فرو رفته طبیعت سر ناسازگاری را گرفته بعضی ها قهر خداوندی میدانه ساینتست ها میگه عمر زمین به پایان رسیده دکتر محمد داوود نسیمی اینا به عیس پروفیسر در چند کالج یا دانشگاه معتبر امریکایی تدریس میکنند. در طور یک شرایطی که همی ما و شما از لحاظ روانی بسیار ناراحت هستیم و میگن که قیامت نزدیک است. امیدوارستم که تو نباشه. ای قیامت چه بلایی که تو برپا شده ای؟ قیامت مگم برپا شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم ما شما یقینا که در یک مقطه بسیار خاص تاریخی قرار داریم که همه جهان به اصطلاح تکان خورده و تمام دولت ها و نظام ها همه در حالت بسیار عجیب و غریب قرار دارن. مردم دل هرا چقدر جدی بگیرین بحران موجود در روشنی هدایات دین نه تنها که ترس ما دور میشه بلکه امیدواری ما زیاد میشه ویروس کرونا که اول یک مخلوق خداوند است یقینا که این ویروس بر علاوه که ضررهای داره بر ما و ظاهرا سبب بسیار مشکلات شده و میشه اما در عین زمان حکمت های و بسیار فایده ها و دلایل داره که این خلق شده هر کسی که کم توجه کنه که مثلا مت یک مخلوق چطور امکان داره سر به خود خلق شوه و چطور میتونه اینقدر فایده یا اینقدر ضرر بر دیگر ها برسانه حتما باید یک قدرت نامرئی دیگه در باشه یک دست باشه که به قدر قدرت به تبعی قدر دسترسی بده مت <applause> 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 <غزب> خدا غضب غضب اگر باشه وقتی آدم درست‌تر بفهمه باز میتونه رحمت باشه هر چیزی که از طرف خداوند می او به نفع بشر است و او رحمت است خداوند متعال هدف عذابی که مثلا خداوند روان میکنه این است که انسان ها به طرف الله رجوع کنند یعنی یک هدف بسیار نیک و یک هدف بسیار مثبت و یک هدف بسیار خوب است ما شما به مادر یا پدر اولادای خود یگان وقت یک چوندی میکنیم به اصطلاح یک تکانش میکنیم یک ماده میکنیم که متوجه شو کارخانگی درس بخوان ادب و اخلاق درست یاد بگی عذابی که خداوند در دنیا بر انسان ها می خونه زمون تفاوت نداره از بسیار دوستی و از محبت و از نگاه ازی که ما را بسیار بر ما اهتمام داره الله متعال بایس خالق ما ما را یگان وقت تکان میته شور میته که شما متوجه شوید دا ویروس یعنی بسیار در مقابل انسان ها که اشرف مخلوقات است این چیز نیست اما ببینیم که نمو میتونه تمام انسان های روی زمین همشان به اصطلاح فلج بسازه یعنی ای عظمت خداوند نشان میده توجه درست میکنیم در مقابل ازی و از نتیجه ازی یک تغییرات در زندگی خود میاریم به فامیل خود اینی وقت است که این رحمت میشه و ولو که ظاهرا شر است ظاهرا بسیار تکلیف دیز علم کشتی کند به جوینده راه یابد به آفریننده و از لحاظ روانی چی توصیه میکنین آمده را میگه رد نیست برای مردم چطور مرال میتین؟ وقت مرگ انسان ها تمامش معین است پیش از پیش معلوم است برای خداوند با. ما از نگاه عقلی خود باید همیشه کوشش کنیم که از خطر خود نجات بتیم این بینیم که ویروس یک چیز بسیار مزر است ما باید از نگاه عقلی و از نگاه علمی باید از ویروس دوری کنیم و همه را که اوتبا و, و دکترها برای ما میتا که شما مثلا این طور کوشش کنین که با یک دست نتین نزدیک نشین یا اینی کارا را نکنین که سبب انتقال مرض و ویروس میشه به یکی دیگه باید دو کار ما بکنیم چرا خداوند یک را که به ما داده باز از ما پرسان میکنه که ما عقل بر دادم علم بر دادم این علم را که دکتران برات گفت ما بر دکتر توفیق دادم که مسائل در ترک کنه بفهمه ولی در عین زمان بالای الله ما توکل داشته باشیم اگر واقعا خداوند خواسته باشه که تو یک تعداد انسان های دنیا را توسط از ویروس بگیره اگر به حالت ایمان و حالت صالح بمیریم ای مرگ یک چیز خوب و مثبت و یک به اصطلاح ارتقاس یک, یک پیشرفت است از این آیات به آیات بعدی در ای دنیا خداوند رحمت خدا بدون قید و شرط به کل ما میتا این رحمت باز یک مسئولیت هم داره مسئله خوب مطرح کردن اما ساینتیست ها چیزای دیگه میگن ساینس و قرآن یک کتاب من خوانده بودم در رابطه ساینتیست ها میگه وقت زمین پورا شده استفاده ناجایز و نادرست بشر از زمین باعث امیناگوریا شده گلوبل ورمنگ یک مسئله مهمه دیگه شما چقدر مکسی و مخلوط می این ای نظرات سانتستارا سا با مسائل را که ایدیالست نظر دارد. قرآن کریم قطعا با هیچ مغایرت با اون نداره او چیزی که شما یاد کردین که از, از نتیجه بیادالتی هایی که شده یا کارهایی که انسان ها کرده همین چیز خداوند متعال ببینین 14 سال پیش گفته خداوند متعال در یک آیت در سوره روم میگه فساد در زمین و در بحر هم در خشکه و هم در بحر ظاهر شده و فساد همه جای گرفته به خاطر که انسان ها بسیار استعمار کردن استثمار کردن این زمین و منابع زمین و انسان ها به عدالتی در بین خود از نگاه اجتماعی کردن, کردن، و طبیعت کردن به اصطلاح پولوشن غیر آلودگی ها را در هوا خلق کردن همه چیز خلق کردن یعنی امی فساد را که انسان ها کرده اجازه می‌ده که که نتیجه فساد خود از اینا یک دفعه مزیش ببینن و نتیجه به چشم خود ببینن که ما چی کردیم و چی شد اگر ناکرده گناه در این جهان کیست بگو آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو من بد کنم و تو مکافات دی پس فرق میانی من و تو چیست بگو بشک. بسیار نکته خوبه گفتین گناه مشکل نیست گناه کل ما میکنیم همیشه از پیش ما سر میزنه هر قدر که کوشش کنیم که بسیار فوق العاده مسلمان خوبم باشیم باز هم از پیش ما سر و خطا سر میزنه این مشکل نیست مشکل ایست که متواتر گنا میکنه و این دقیقه توبه نیست